من خیلی ممنونم آقای یوسفی. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم، به خصوص اصفهانی هایی که خوشحالن از اینکه تیمشون قهرمان لیگ برتر شده. سپاهان اصفهان برای سومین بار و دومین بار پی در پی قهرمانی در لیگ برتر رو جشن خواهد گرفت. مراسم جشن قهرمانی تیم سپاهان رو در ورزشگاه انقلاب کرج میبینید، در حالی که نزدیک به 2000 نفر از اصفهان به کرج آمدن. تماشاگران زرد پوش اصفهانی و تیم سپاهان رو در این ورزشگاه همراهی میکنن و اونها رو تشویق میکنن. مجید بصیرت به عنوان سرپرست تیم سپاهان اولین نفر بود، محرم نویدکیا، هادی عقیلی، محسن بنگر، در حالی که آقای سعیدو و علی کفاشیان و آقای عزیز محمدی هم در مراسم اهدای جوایز هستند. خود مراسم اهدای جوایز اونجا داره خوب و منظم برگزار میشه، اما اینجایی که ما نشستیم خب تماشاگران زیادی اعزام کردن و من به حال از طریق تلویزیون دارم مراسم رو میبینم. الان دوستان کمک میکنم و من هم میتونم مراسم رو از خود ورزشگاه نگاه بکنم. سپاهانی ها قهرمان لیگ هستن. همونطور که پیمان یوسفی گفت، تیم نفت تهران با گل دقیقه پایانی بهمن طهماسبی در لیگ باقی ماند و پاس همدانی که در همدان 2-0 باخت به خاطر تفاضل گل کمتر، در کنار تیم پیکان و استیلازین به دسته پایینتر سقوط کرد و همدان سال آینده در لیگ برتر نماینده‌ای نخواهد داشت. خسرو حیدری رو میبینید، بازیکن خوب تیم سپاهان، پشت سرش اکبر ایمانی. حسین پاپی، مهدی کریمیان بازیکنی هستن که برای سپاهان در صفحه اهدای جوایز هستن و این هم یانوش که در این بازی گل قشنگی رو به ثمر رسوند و موفق شد تکل تیم سپاهان رو در مقابل سایپا به ثمر برسونه. البته سپاهان به عنوان قهرمان به نویدکیا میخواد به عنوان کاپیتان تیم که بره برای گرفتن جام قهرمانی. ابراهیم توره چقدر شلوغش کرده اونجا رو و او هم یکی از گلزنهای خوب سپاهان بود و این هم جام قهرمانی که بالای دست بازیکنهای سپاهان میره و کاپیتان تیم سپاهان نویدکیا که بازیکن همیشه محجوب و مأخوذ به حیایی هم هست، اصلا کاری انگار به جام قهرمانی نداره. تبریک میگیم این قهرمانی رو به تیم سپاهان و به ویژه مردم خوب اصفهان که تیم‌های خوبشون این روزها در فوتبال ایران واقعا اصفهان رو به پایتخت فوتبال ایران تبدیل کردن و آرزو میکنیم که هم سپاهان هم سپاهان در جام قهرمانی باشگاه آسیا بتونن از پس تیم‌های ازبکستانی و عربستانی بر بیان. سپاهان در جام قهرمانی باشگاه آسیا باید با بنیادپور ازبکستان بازی بکنه. به عنوان نماینده فوتبال ایران آرزو میکنیم که تیم سپاهان اون بازی رو ببره. سپاهان هم که میدونید حتما باید با تیم النصر عربستان در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقه بده. در جدول رده‌بندی لیگ برتر هم سپاهان با 66 امتیاز قهرمان شد، استقلال با 65 امتیاز به مقام دوم رسید، سپاهان با 63 امتیاز سوم شد و پرسپولیس با 58 امتیاز به مقام چهارم دست پیدا کرد. تراکتور سازی تبریز، تیم خوب استان آذربایجان و تیم پرقدرت تبریزی ها به مقام پنجم رسید، فولاد ششم شد، مس هفتم و ملوان هشتم شد. در پایین جدول هم بازیکنانشون میخوان که جامو به سمت اونها ببرن و اونها هم همین کارو انجام میدن و اینک میبینید که جام دست محسن بنگره، به سوی تماشاگران میرن. تماشاگران سپاهانی و اصفهانی اونجا هستن، اون 1500 2000 نفری که از اصفهان آمدن، به اونها هم خسته نباشید میگیم و براشون آرزو موفقیت میکنیم. مراجعه میکنید ورزشگاه انقلاب کرج، شاهد جشن و نورافشانی و آتش بازی بازیکنان و طرفداران سپاهانی است. استاندار محترم اصفهان هم پیام تبریکی رو فرستادن برای قهرمانی تیم اصفهان که به عنوان یک پلاکارد در ورزشگاه نصب شده. پرچم بزرگی رو طرفداران اصفهان، پرچم زرد رنگی رو دارن باز میکنن تا جشن قهرمانیشون رو با لباس زرد خودشون کامل بکنن. ملاحظه میکنید در تصاویری که ترکیب شده است،
جشن قهرمانی همراه با نورافشانی و شادمانی طرفداران اصفهان در شهر کرد. یه نکته خیلی جالب هم عرض دارم که بازیکن‌های سایبا به رسم مسابقات باشگاهی اسپانیا قبل از اینکه بازی شروع بشه یه تونلی باز کردن، پاسیوی معروفی که در اسپانیا هم رایجه و کار خیلی قشنگی رو انجام دادن که با باز کردن تونل بازیکن‌های سپاهان اول بازی اومدن از بین بازیکن‌های سایبا رجونا و سایبایی ها سپاهانی ها رو به عنوان قهرمان تشویق کردن به اونها شاید بشه گفت اولین تبریک رو در این بازی بازیکن‌های سایبا به تیم سپاهان گفتن. بزرگ طرفدار سپاهان در جشن قهرمانی تیم فولاد مبارکه سپاهان، تیم قهرمان